دو سفر به کانادا IOM جزئیات سفر شما را در اختیارتان خواهد گذاشت. این کاملا عادی است که شما تا چند روز مانده به عزیمت اطلاعات مربوط به سفر خود را نداشته باشید. در راه کانادا، سفر ممکن است طولانی و خسته کننده باشد. به طور معمول، سفر ممکن است ساعتها و حتی چند روز طول بکشد. روال اداری بسیاری در فرودگاه ها وجود دارد که باید در طول سفر طی کنید شما ممکن است بیش از یک بار مجبور به گذراندن این مراحل شوید به خصوص اگر چندین پرواز داشته باشید. مرحله یک به فرودگاه بروید مرحله ی دو یک ساک IOM مانند این را تحویل بگیرید این ساک را تا پایان سفر خود در معرض دید و سالم نگاه دارید. مرحله 3 به پیشخان اعلام حضور شرکت هواپیمایی پرواز خود بروید. کارکنان شرکت هواپیمایی کارت پرواز و برچسب ثبت بارتان را به شما می دهند. چمدان کنترل شده خود را روی ترازو بگذارید تا وزن شده و برچسب آن زده شود. چمدان کنترل شده نزد کارکنان هواپیمایی خواهد ماند تا در هواپیما بارگیری شود. فقط ساک دستی و وسایل شخصی خود را همراه خود نگاه دارید. در فرودگاه، داخل هواپیما یا در سالن ترانزیت، این مهم است که همه ی خانواده با هم بمانید و مراقب کودکان خود باشید. مرحله چهار از امنیت فرودگاه عبور کنید. بسته به اینکه در کدام فرودگاه باشید، باید از نقاط کنترل امنیتی در قسمت ورودی و یا پس از اعلام حضور بگذرید. شما و بارتان باید از میان یک اسکنر عبور کنید. از دستورات معموران امنیتی که به دنبال یافتن اشیای خطرناک در شما یا بارتان هستند، پیروی کنید. یک معمور ممکن است برای یافتن اشیای خطرناک مجبور شود شما را لمس کند. مرحله پنج روند خروج خود را تکمیل کنید. برای این کار، هنگام خروج از یک کشور، مدارک خود را برای بررسی به یک معمور دولتی ارائه می دهید. مرحله شش سوار هواپیما شوید. بلیت خود را نگاه کنید تا شماره خاص درگاه سوار شدن خود را پیدا کنید. اینجا محوطه ای است که تا زمان سوار شدن به هواپیما در آن منتظر خواهید ماند. با دقت به همه اعلانات فرودگاه گوش کنید تا در صورت هر گونه تغییر یا تأخیر از آنها مطلع شوید. مرحله 7 از پرواز خود لذت ببرید. از آنجا که به طور معمول سفر چندین ساعت یا حتی چند روز طول می کشد، در اینجا برخی فعالیتها را که در حین پرواز می توانید انجام دهید می بینید. سرگرمی های داخل پرواز را تماشا کنید. غذا خورده و مقدار زیادی مایعات بنوشید. کودکان را در سندلی های خود سرگرم کرده و ساکت نگه دارید. داروهای خود را در صورت لزوم مصرف کنید. با سایر مسافرین با صدای آرام صحبت کنید. از توالت استفاده کنید و بخوابید و استراحت کنید. به دستورالعملهای مهمانداران هواپیما عمل کنید. شما باید در زمان بلند شدن هواپیما از زمین و فرود آن و همچنین هنگامی که چراغ کمربند روشن می شود، کمربند خود را ببندید. لطفاً همچنین توجه داشته باشید که برداشتن تجهیزات ایمنی مانند جلیغه های نجات از هواپیما غیر است. مرحله 8 ترانزیت از آنجا که ممکن است از کشوری که در آن زندگی می کنید پروازهای مستقیم به کانادا وجود نداشته باشد، ممکن است لازم شود با بیشتر از یک پرواز به مقصد نهایی خود برسید. کارمندان عملیات جابجایی آی او ام یا کارشناسانی به نمایندگی از IOM در ترانزیت به شما کمک می کنند. مرحله 9 رسیدن به کانادا مرحله 10 دریافت کمک های فرودگاه خدمات پذیرش فرودگاه در کانادا به شما کمک خواهد کرد تا مراحل مهاجرت و گمرک را گذرانده، و به سمت مقصد نهایی خود راهی شوید. مطمئن شوید که همه بارها و مدارکتان را در همه مواقع به همراه داشته باشید. ساک آی او ام خود را در معرض دید قرار دهید تا افراد بتوانند شما را پیدا کنند. مرحله 11 مراحل ورود خود را تکمیل کنید. به محض رسیدن به کانادا، توسط یک معمور مهاجرت در فرودگاه با شما مصاحبه کوتاهی خواهد شد. سپس از شما خواسته می شود که برخی از مدارک را امضا کنید. مدارکی که پس از رسیدن به کانادا به شما داده می شود بسیار مهم هستند. آنها را سالم نگه دارید. پس از تکمیل این مراحل شما یک مقیم دائم با حق زندگی در کانادا خواهید شد. چمدانهای کنترل شده خود را از روی نوار متحرک بردارید. مطمئن شوید چمدانی که برداشته اید متعلق به خود شماست. با آرزوی موفقیت در سفرتان به کانادا.